نگاه کن، نگاه کن، به چشمهایش نگاه کن. این به کجا خیره مانده است؟ چه در دور دست آن دور هزار ساله و امروز؟ امروز برپاست که این چشمها چنین در وحشت مانده است. چه در آن دور دست برپاست؟ به چشمها نگاه کن. شاید بازی دوران کودکی است. نگاه کن، ردش را بگیر. چشمانت حسرت است، خیرگی است و باور به روبرو. مطمئنن چیزی است در آن نهان یا چیزی است در آن پنهان. چیزی است در آن دور نزدیک. آدمها را ببین در انتظار. انتظار عادت آدمی است. سرها بالا مانده است و آسمان آبی است. نگاه کن. با صدای آیه‌های آسمانی تنی با سیم در شهر آویزان مانده است. مثل کودک که آویزان خواب شد. آه شهر، این شهر من، تو، این شهر من، این را ببین. این صورت را می شناسی؟ لباسش عاریه‌ای است، مال هزار سال پدرم است و در دستانش زینت تاریخی موزه های من. نه، من نمی خواستم. من زیر خورشید گرم بسته پشت مادر آفریقاییم می رفتم. مادرم خورشید خنده آفریقا بود. من هیچگاه آنجا نبودم. شاهد انبوه آدم‌های در انتظار و سال و سال دراز که شاید دستی یا کسی از پشت آن آبی پیدا شود. نگاه کن، نگاه کن، این چشم‌های دیگری است. این را می‌گویم از زمانی دیگر. به اسب قرمز چوبیش توی ویترین می‌نگرد و این که مانده بر تن آویزان. ای کاش خواب بود و من زیر آن خورشید زرد. با فقر و من فوتبالیست معروف تیم نیوجرسی حتی بدون گرین کارت و در جایی در بروکلین. اینها همه سند دارد. این خواهرم است که به زن من چنین می نگرد. در روز اول ازدواج در کلیسای خیابان 23 هارلم، مثل داستانهای پریان، گالسکه در انتظار بود و همه چیز رسمی برگزار می شد. اینها یا شاید از نیمه پاره در دست مرد پیر بیرون می آید که مغازش را بست، شغل دیوانگی را دور دید. اوس دهنه مغازش را آبی کرد و گل در آنها نشاند. کار روزانش عصر تا عصر گذاشتن گل تازه یافته‌ای در خیابان به جای گلهای خشک بود. او اوقات فراغت رو به دیوار می ایستاد تا نگاه هیچ کس به چشمهایش نیفتد. خدا را شکر، خدا را شکر که سربازی تمام شد و ما سالم ماندیم. راجر، هانس و من. خبر دروغ بود. ویتنام شکست خورده بود. این در مهمانی هایی شنیده بودم که آدم هایش فرق داشتند و خبرهای مهم را می دانستند. فاجعه شد وقتی که گفتم آن مرد آویزان و آن به برق وز شده از سرزمین مقدس بودند، با فرشته ها روی سرشان. دیوانم خواندند، باعث مسرت شد که چند سالی تنها نباشم و با دیگری روی چرخ بیمارستان. خنده باشد و تعریف، هر کدام از جای آمده بودند. چه روزهای خوشی. یکی مغازش آتش گرفته بود، یکی موجی بود،
یکی دیده بود پدرش جنازه خواهرش را در باغچه می کارد و یکی در مانده پناهنده و خنده و خنده و یا در روز پایان مدرسه زیر پرچم سرنگ و کراوات من و آدمها که قیافه هاشان آنجایی نبود. این چشم های آبی را ببین چه راحت نشسته است. وقتی خارجی بودم و قصریم توی میدان سبز پهن بود، شیک با خیالی راحت با چشمان آبی کارم را می کردم و این تو روزنامه هم بود. I am Iranian. I don't know. I am American. I am German. و این ایدنتیتت که من بودم با ساز خاخام توی کافه معروف تل‌آویو خوب میزد و من میخواندم. آه، when I was 19 years old، با خاخام، با کورس سرهنگزاده و شجریان و دیروز و کوزه های جامانده، سند تاریخ پرفرهنگ ما، با چراغ های نفتی، با سینی کهنه، با کوروش، با پندار نیگ، رفتار نیگ و همه کهنه و کهنه، ترمه و کوچه های تنگ و تنها نصیب من از این همه این خاطرات به جامانده و این هویت سردرگم و کلام و صدا و انفجار و باز این چشم ها که چنین میمانند و به پاهای خسته که هی میرود و هی میرود.